سلامای همراه بفرمایید سلام دکتر خسته نباشید مرسی از همه زحماتی که برای جامعه ایرانی میکشید لطف دارید بفرمایید آی دکتر من از کانادا تماس میگیرم و یه سوالی دارم راجع به پسرم که یک ماه دیگه 18 سالش میشه و از بچگی براش تشخیص ADHD دادم خودشم اینجا هستم میشنوه صحبت های ما رو تو دوران بچگی تا قبل از دبیرستان دارو مصرف میکرد چون پدرش پزشک هست و همش در رفت آمده ایران بود وقتی که ثابت اینجا موندن و تش خود بعد چند تمام این سال ها تشخیص میداد که این داروهایی که به من میدی فقط منو آروم میکنه و روی تمرکز من اثری نداره ولی من مرتبا پزشکش در ارتباط بودم و دو تا پزشک عوض کردم داروهای مختلف امتحان کردم و اون موقع با خیلی با صحبت شما آشنا نبودم در باره نوروفیدبک تا اینکه امسال تصمیم گرفتم که ببرمش نورو فیدبک شاید اثری داشته باشه حالا سوال من اینجا الان ده یا پونج... پونزه جلسه این شنیدم که شما گفتین چهل جلسه پونزه جلسه گذشته و خودش اعتقاد داره که اثر خیلی کمی داره حالا ه... من تصمیم دارم که چهل جلسه رو کامل ادامه بدم ولی سوالی که من الان اینجا دارم و خودشم میشنوه دوست دارم بدونم چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که اثر داره و بعد از این آیا امکان داره که باز به دارونی نیاز داشته باشه یا نه این درمان قطعیه اینو دوست دارم از زبون شما بشنوم حتما ببینید عزیز اولا من تو مواردی مانند ADD و ADHD انتظار دارم که ما مطمئن مطمئن باشیم تشخیص درسته برای که بسیاری از گرفتاری های روانی دیگر هستند که اولا با اونا اشتباه میشه و دوم برخی از اوقات درصدی از اونا هستن که تاثیر اصلی و اساسی دارن برای این سال اول من از شما اینه که شما تشخیص ADD ADHD رو کی و از چه طریق به شما دادی. آی دکتر توی تمام سال ها تا قبل از امسال من پیش دکتر متخصص مغز و اصاف و حتی جایی که کلینیک ایدیشی از من بردم و تمام اونو مپ مغزی اون موقع ما نداشتیم نمیدونم تشخیص میبردن و چرا تو من اصلا اطلاعاتی در این زمینه نداشتم که چ، چ، چطوری میتونم بفهمم فقط میدونم که اون خب حتی کلی آخر سالهای آخر من کلینیکی میبردم که مخصوص ADHD بود و یه دکتر اسرائیلی بود و ایشون میگفتش که داره و بعضی موقع پشت بازی کامپیوتری میبردنش من دقیقا اون براش این تشخیص دادن و شروع این قضیه وقتی بود که مدرسه معلمش به من, من اعتراض کرد که سر کلاس زیاد حرف میزنه و فعالیت زیاده وقتی بردم دکتر گفت ADHD داره ولی امسال وقتی تصمیم گرفتیم نورو فیدبک انجام بدیم و من تحقیق کردم اینجا تورنتو مپ مغزی ازش گرفتن قبل از شروع درمان و از ازش... یعنی همون یعنی... سمت, یعنی سمت مغز فعالیتش بیشتره آیدو کیو, کیو ای... ای جی رو گفتن بله بله خب ببینید کیو ای جی اینو نشون میده ولی اگر نتیجه این بوده که یک سمت مغز فعالیتش فرمونی سمت چپ کمتره <تصوح> بله سال یک الان حضور ندارم باید برگردم توی خب آره ببینید از مغزش کمتر از اون یکی آی نه 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 آره اون برابری که نیست اگر سمت چپ امواج مغزی پایین تر باشه ایدیدیه یعنی کمبود توجه و تمرکزه اگر سمت چپ بیش از حد باشه هایپر اکتیویتی بیش فعالیتیه ولی شما الان الان دارید به من میگید یه طرف است اولا اون خیلی مهمه عزیز شما وقتی اگر QEG رو میدید تکلیف رو روشن میکنه یعنی یه نوع مپ یا نقشه مغز پسرتون رو به شما داده و بنابراین اولین آه. مسئله موضوع تشخیص دوم همطور که خودتون اشاره کردید داروس اشکال کار دارو دو چیزه یکی اینکه معالجه نمیکنه یعنی درست مثل کسی است که مشکل دیدن داره عینک میذاره همینقدر که عینک بعد از 20 سال هم برداره باز نمیتونه بخونه برای که با عینک میخونده بنابراین اشکال دارو اینه که معالجه نمیکنه فقط کنترل میکنه نکته دوم اینه که بین 6 تا 18 یا 22 سالگی تاثیرات جنبی و جانبیش یکی از اونها در مسیر رشد کودک در همه زمینه ها حتی جنبه فیزیکی اثر بد و منفی داره بنابراین شما که از 6 سال اگر درست فهمیدم بهش دارو دادید خب اون آسیب اونجا به فرزند شما خورده البته اگر راه دیگری نیست دادن دارو اشکالی نداره به حال در مقابل دو تا ضرره که دادن دارو ضررش ای بساییه یک ندادنش دهه بنابراین اونم متوجه است اما بریم سراغ نورو فیدبک خاصیت نورو فیدبک اینه که اگر فرد ADD و ADHD داره تا اگر که معمولا کار مشکلی نیست اون فرکانسی که باید مشخص بشه و بر مبنای اون کار نورو فیدبک صورت بگیره بین 20 تا 40 یا در موارد شدیدش 50 یا 60 بار این دو تا اتفاق میفته اول اینکه هیچ آسیبی به فرد نمیخوره دومی که معالجه میکنه و با معالجه کردنش که یه نوع تغییر در امواج مغزی است که از طریق نورو فیدبک صورت میگیره معمولا ای بسا پنجا درصد اون آدم ها برای همیشه بهبود پیدا میکنن پنجا درصد ممکنه شیش ماه بعد یه ده جلسه دیگه نورو فیدبک بخواد و همین یعنی یه بار دیگه هم شاید یه جایی کمبودی هست بشه درستش کرد و جبرانش کرد ببینید من و شما و مسئلهش هم خیلی روشنه من و شما اگر بخوایم دوچرخه سواری یاد بگیریم یک کسی فرض کنید فرمون و پشت زین ما رو میگیره میگه سوار شو منم سوار دوچرخه میشم تنها مسئله دوچرخه سواری اینه که من بتونم تعادلم رو روی اون دوچرخه حفظ کنم که اون مرکز سقل یا سنگینی من به این یا اون سمت نره حالا روزی که من سوار دوچرخه شدم در هر ثانیه سی تا سیگنال به مغز من مخابره میشه اون زمانی که من درست میشیدم که مغز میگه همینجوری بشین و هر زمانی که بد بشینم همون هزار تا سیگنال میره اینگونه نشین نتیجتا فرض کنین بعد از یک ساعت یا دو ساعت یا سه ساعت مغز من میاموزه که من چجوری باید بشینم و بنابراین فرض کنید فرد میگه دوچرخ سواری رو یاد گرفتم یه کمی بیشتر تمرین میکنه که باز همون پیام هست حالا بعد از چند سال دوچرخ سواری رو یاد گرفته حالا این دوچرخ سواری رو در سن 15 سالگی یاد گرفته و تا هفتاد سالگی که 55 و پنج سالشه یک بار هم سوار دوچرخ نشته ولی اگر تو هفتاد سالگی سوار دوچرخ بشه رو داره برای که اونجاست بله بله یعنی بله میخوام اینو خدمت رو ارز کنم که میخوام می اینو ارز کنم که بنابراین اگر نورو فیدبک درست انجام بشه برای همیشه است کاری هم که میکنه اون فرکانسی که باید در سمت چپ یا راست مغز باشه بسته به اینکه که بیش فعالیتیه یا کمبود توجه و تمرکز یا هر دو رو متعادل میکنه در حدی که باید باشه به این فرزن شما برای همیشه معالجه میشه فقط مهم اینه که یک تشخیص درست باشه چیز دیگه نباشه دو فرکانس به درستی انتخاب گفتم کار مشکلی نیست سه به اندازه کافی نور و فیدبک رو داشته باشیم اگر هم لازم شد یک بار حد اکثر یه ده جلسه هم ممکنه سه سال بعدش باشه اگر یه اشکالاتی بود که موضوع رفتی گرفتاری در اینه که بسیاری از اوقات بچههایی که ADD یا ADHD دارن مسائل دیگه ای هم دارن یکی از اونا استرامه یا استرسه که این سیستم رو به هم میرسه یکی دیگه که از همه بدتره اگر باشه کار رو مشکل میکنه دو قطبی بودنه یعنی منیکی پرشنه یعنی افسردگی و سرخوشیه که غالب اوقات علائمش هم یه کمی مثل ADD یا ADHD یا ممکنه مسائل احساسی دیگری مثل احساس شرم و خجالت یا فرض کنید احساس گناه اینا وارد سیستم و صحنه شده و حالا اونا میان مسئله میآفرینن چون ما به دو دلیل اصلی کمبود توجه و تمرکز بیش فعالیتی میگیریم یکی آسیب سیستم عصبی و مغزه که معمولا پنج تا عامل اصلی است یک ارسیه دو تولد بده سه تب چل درجه است که بیشتر از 24 ساعت مونده چهار گوش در رای افونی فراوانه و پنج ضربه مغزی یعنی اینا عواملی هستن که مغز رو به هم میریزه اما عامل دوم همه احساس بد و منفی استرابه استرس افسردگی خشم وسواس اینا میان سیستم رو به هم میریزن حالا اگر این دومی باشه باید استراب از بین برد افسردگی رو باید از بین برد چون اگر از بین برن ایدی دی ایدی هم میره سراغ کارش ولی اگر نه آسیب سیستم عصبیه اون موقع با از بین رفتن افسردگی و استراب مسئله حل نمیشه چون ریشه مسئله مغزی است که آسیب دیده بنابراین شما با چند تا چیز رو, به رو هستید که آیا یک ADD ADHD هست شادیکیش باشه یکی دیگرش نباشه دو آیا بیماری هایی که علائم و نشان های نزدیک دارن هست سه اگر معلوم شد ADD ADHD هست فرکانسی که انتخاب میشه برای اینکه مغز رو به اون تعلیم بدن یک به درستی انتخاب میشه دو به اندازه کافی که حالا گفتم بین 20 جلسه میتونه تا 60 جلسه باشه اتفاق میفته اگر همه اینا انجام بشه این یه بیماری است که از بین میره و درستش هم اینه که قبل از نه سالگی این کار رو بکنیم یعنی بین 6 تا 9 سالگی چرا برای که اگر ادامه پیدا کنه درسته که میشه معالج کرد در 30 سالگی و 70 سالگی هم میشه معالجش کرد اما آسیبی که ببیشه به به اعتماد به نفس self confidence که بیشتر به سمت اعتماد به نفس منفی میره و آسیبی که به سلف استیم حرمت نفس که اون رو کم میکنه و پایین میاره اینا ضربات ثانویه موضوع و مسئله هستند که بنابراین باید من و شما ازش باخبر باشیم حالا آقای دکتر من تو سول آگهی ها فکر کردم و با خود پسرم بیشتر صحبت کردم در مورد اطلاعاتی که شما دادیم واقعیتش از نظر رفتاری خشم عصبانیت هیچ کدوم این موارد و هیچ وقت تو تمام این سال ها نداشته تنها موردی که همیشه اذیت کرده خودش و من و اینه که با درد خوندن حتی تو دوران دبستان های دکتر همیشه نمراتش بد بوده نمرات ریاضی یا اصلا اسپلینگش بسیار بد بوده که تلاش میکرده و الان یادم اومد که یه تستی توی دوران دبستان ازش گرفتن و تشخیصی که توی مدرسه برای یه تست چندین ساعت واقعا نمیدونم اسم اون تست چی بود ولی تشخیص دادن که از نظر زبان ضعف داره یعنی اسپلینگ توی این قسمت ضعف اون موقع براش تشخیص دادن الان کلینیک تخصصی که برای دی برای نورو فیدبک من میبرم از اول تاکید کردن که ما به یه تشخیصی نداریم و ما فقط این درمان انجام میدیم و بسیار کامنت های خوبی بود من هرچقدر سرچ کردم این یکی از بهترین بود که من بردم حالا در اینجا سوال من این نه، اینه که آخه اگر اینا فقط نه ببینید اینا فرضشون بلی. اگر بر این است که فرضشون بر این است که ما اگر کسی ADD ای دی ایدیش بشه معالجه میکنیم ادعای درستیه درست بسید یه داروخانی است که بگه من شما آمدید یه قرص آرام بخش میخواید من دارم بهتون میدم ولی من برام تشخیص مهمه چون ببینید الان حرفایی که شما میزنید نمیخوام اذیتتون کنم بیاد فرض رو بر این میگیریم که فرزند شما ای بس ها یک در یه زمینه بحری هوشی پایینی داره دو یه آسیب سیستم عصبی خورده در بله. جهت به نوعی مثلا زبط و یا ارتباط موضوع با هم یعنی ببینید چیزای دیگه است چرا از آغازم خدمتون هست که اول باید مطمئن باشیم ما با ADD و ADHD رو به رو هستیم چون اون مسئله است دوم وقتی شما ADD و ADHD هست اگر این باشه چیز دیگه ای نباشه دارو درمانی همیشه اثر میکنه اتوان خیلی ملاک مهم این است حالا پرسش من از شما اینه که وقتی فرزندتون شروع کرد به خوردن دارو آیا این مسئله به مشکلش حل شد یا اینکه که الان شما در این من اولین بار اطلاع میدید که مسئله با وجود که خوب درس میخوند تو مدرسه درسش و یا اسپلینگش یا املاش یا هرچی خوب نبود بله آی دکتر نه همونطوری که خودش باور داشت که اصلا فقط آرومش میکنه نه واقعیت اینه که خیلی بهش اثر نمیکرد ولی اگه من میخوام مسئله کم حوشی بگم آقای دکتر وقتی هرچه بزرگتر شد این مسئله خیلی بهتر شد الان که گرید دوازده نوم درسته مدرس و مدرسه رو عوض کردیم ولی نمرات دیگه الان دیگه 90 درصد شده دیگه الان خیلی خوب شده و تو تمام این سالها کلاس ویالو میرفته و معلمش و یکی از افراد نزدیک خانواده من که خیلی خوب پیانو میزنه وقتی زدن ایشونو گوش میده میگه که داده خیلی خوبی داره توی پیان توی ویالون برای همین من نمیتونم نمیدونم آیا فکر میشه کم هوش باشه با این چیزایی که من الان بسرم میبینم نه, ببنی... می نه، سب کنید آخه ببینید عزیز باز یه بار دیگه مجبورم چون شنوندگاه این دیگه میشنود ما امروز قبزاری داریم که با یه دقتی تشخیص بده فرض یه مورد رو شما فرزندتون میتونه هوش کلیش اصلا کم هم نباشه زیاد هم باشه اما هوش اجزای دهگانه داره بسیاری از آدم ها هستن که یکی از اونا خوب کار نمیکنه فرض بفرمایید هوش روانی کلامی یعنی این آدم در جهت فرستادن افکار مغزش به زبانش مسئله داره یعنی درست مثل آدمایی که فرض کنید رقص براشون مشکله یعنی وقتی میگی پاتو بر به چپ و بیار به راست یا دستو بر به نمیتونه همون هم یه هستن که وقتی که مغزشون میگه این مطلب رو بگو نمیتونن بنابراین بهره اوشی هنوز میتونه بالا باشه ولی مشکل روانی کلامی دارن فرض کنید امیدوارم با سبب دعوا نشه مطالعات نشون میده تو همه این زمین ها ها جلوتر از آقایان جز یک اسبت اجزای دهگانه هوشه که م... مکانیکال و متمتیکاله یعنی مسئله مکانیکی و مت برخی از خانم ها اون تیکشون ضعیفتره خیلی کم اینقدر ناچیز ولی به حال از نظر آماری معنی دار اما تو نه قسمت دیگه خانما بهترن یا فرض کنید آقایون در جهت تشخیص حسشون مسئله دارن در جهت تشخیص احساسشون مسئله دارن در جهت ابرازش هم مسئله دارن به یه میلیون زن در مقام مقایسه با یه میلیون مرد همه جای دنیا تو صد تا کشور زن ها حس و احساس بهتری دارن ابراز بهتری پس بنابراین گفته میشه که تو این زمینه ببخشید منو توی این زمینه زنان از مردان جلوترن اما وقتی به جنبه مکانیکی و ریاضی میرسه خان آقایون بهترن به همین سادگی به این بحث درباره کم هوشی نیست آخه شما به من یه پیام میدید که منو برحال متوجه میکنه که فرزند من با وجودی که درس میخون و برای اوشیشم خوبه که حتما هم چنینه نمرات خوبی نمیگرفت علت روشن عزیز علت چم این است که ADD و ADHD یعنی به جای راه رفتن با پا من با دستام راه میرم معلومه که زحمت ده برابر و صد برابر داره سرعت و راحتی هم نداره بنابراین پس من مشکل ایدیدی و یه گرفتاری است جالب اینه که به بهره هوشی مرتبط نیست یعنی من آدما رو با بهره هوشی 90 تا 150 با ایدی دی, ای دی دیدم پس این یه چیزیست برای خودش اون برای خودش بله. به همین جد است که اونقدر من اصرار دارم به تشخیص شما من فرمای سراغ مرکزی رفتیم که اون مرکز حرفش اینه که ما تشخیص نمیدیم ما معالجه میکنیم من کاملا میفهمم اونا حرفشون این است که بیمار ADD ADHD به ما بدید ما از راه هایی که داریم استفاده می کنیم برای معالجش ولی اگر یک چیزهای دیگه کنار ADD ADHD باشه اگر عوامل دیگری باشه که مرتبط به آسیب سیستم عصبی نباشه اون وقت اونا که معالجه نمیشن پس میمونه. که بسیاری از افراد همیشه عرض کردم تشخیص ای ADHD به مجرد که دارو میدن روز دوم معلوم شد تو تشخیص درستی یا نیست درسته امید. الان فکر میکنه آقای دکتر را حل اینه که من در کنار این فکر میکنیم اون ریپورتی که من گرفتم از این مپ مغزی فکر میکنید من باید ببرم اون کاملا درسته اون کم... دقیقا باید یک کسی که نورالوجیسته دقیقا دعنیه. با دقت نگاه کنه به شما بگه فرزن شما تو این هفت زمینه خوبه تو این سه زمینه متوسطه تو این دو زمینه هم بده ولی اون چیزی که برای شما مطرحه بیش از همه ایدی دی ایدی اشتیشه خب اون باید روشن میشه برای که اون یه موضوع بسیار مهم و اساسی است درست بس این است که آدم چشمشو ببنده یا باز کنه خب چشم رو باز کنه دنیا رو می‌بینه ببنده نه نمی‌بینه خب پس باید تکلیف رو روشن کرد این چشم بازه یا بسته نتیجتا پیشنهاد من به شما این است که در یه جای دیگه که میشه تست تووارم داد یه جایی اونا تست توبار یه جایی دارن برید اونم بدید چون کمک میکنه ولی اون به کنار شما چون کیو ای جی دارید کفایت میکنه ولی بذارید یه نورالوجیست یا یه متخصص در حقیقت آنچه که دوستانی هستن که میخانند حالا جالب اینه که اسپاشون یادم رفته یعنی پزشکانی که اون آدم برای شما بگه که این مغز چیو نشون میده اونجا تکلیف بسیار روشنه ولی بعد اگر تشخیص ADD یا ADHD داده شد از هر چیز دیگه باید برید سراغ معالجهاش از طریق نروفیل اما اگر فرض کنید گفت کن من ADD یا ADHD میبینم اما بای پولار قطبی هم میبینم اونجا ما گیریم برای که حالا این علائم در هم آمیخته میشن و اینجاست که اون کسی که گفتم رادیولوژیسته یعنی که میتونه مغزش های مخصوص بیجی که مغز رو مخصوصا توش تخصص دارن و دارم. کار داره مثلا واسه کوین در لس آنجلس من دوستانی میشناسم که اصلا کار و تخصصشون در حقیقت رادیولوژیست هستن ولی هم روی مغز کار بیشتر کار میکنن یا حتی رو مغز اطفال یا کودکان یا به خاطر مسئله ADD یا ADHD چون اینا تخصصشون خیلی راحت میتونن به شما جواب بدن بنابراین ما اول احتیاج مثل اینکه بگن پاش شکسته یا نشکسته یه عکس یا سینه شما ریتون اشکال داره یا نداره اون مبنای اصلی تشخیص ماست بنابراین شما اولا مطمئن بشید به تشخیص که این احتیاج نداره کاری بکنید اگر کیو ای جی دارید کاملا نشون میده دوم بعد از اون راه نورو فیدبک ارز کردم موضوع اصلیش اون است که باید انتخاب بشه با توجه به علائم و نشانهایی که داریم و اون اگر درست باشه کار میکنه و بعدش هم این کار بود محسوسه به طور که فرض کنید ما در دفتر اون آقای دکتر محمدی معمولا مثلا بعد از اینکه 20 جلسه نورو فیدبک دادن باز دوباره تستو میدن کاملا نشون میدن بهبود رو این شما حالا متوجه میشید بعد از 15 جلسه های دکتر خواسته ها. که دو مرتبه از این مپ مغزی رو تکرار کنم ببینن که اثرش چقدر بوده و هفته ای دو مرتبه هر دو, سا... دو ساعت هر جلسه طول میکشه این بکی که براش انجام میدم نه، نه، نه. نه 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 برقصان. نه نه بنابراین نه. وا... چون رو خط میفرمایید حرف این است که بعد از 15 جلسه دوباره تست رو میدن که بگن توجه و تمرکزش چندازه اندازه یا بیشفادتیش بهبود پیدا کرده مپ رو شما نمیخواد بدید دوباره کیو ای جی بدید نه اون فعلا ضرورتی نداره اون اولا در امریکا 1200 دلار مثلا خرجشه در حالی بله که باز باز تست تو تست تو یا 300 دلاره نه من ارزم ولی اینه نکردم. که... دکتر هر چقدر ت... این طرف اون طرف تماس گرفتم هیچ کس این کارو مخصوصا کانادا یا کلینیک کانادایی اصلا انجو گفتن نداریم و این بود که من دیگه دیدم بهتره که تو حالا شما دارد یه کاری کاری بکنید اولا یک با بس. رادیو صدا ایران تماس بگیرید ببینید کسی از دوستان ایرانی رو بهتون معرفی میکنه دو میتونید به دفتر رادیو همرام زنگ بزنید شاید کسی رو بشناسن اگر تورنتو هستید شما درسته؟ بله بله آکه به اگر تورنتو هستید چون تو صحبتتون بود تورنتو هستید شاید دوستان ایرانی باشن که تست تووا رو بدن من این تست رو چون صدها بسیار جوابش رو خوندم تا بعد در عملم دیدم کاملا میتونه ما رو مطمئن کنه حتی شدتش چه نه تست توباب شما میگه ای دیدی یا گرایشای گرایش های افسردگی و استراف مثلا وسواس رو نشون میده چون خود اونم به خودی خودش موضوع و مسئله است عزیز بنابراین شما اولا از رادیو صدا ایران ده در ده. تورنتو بپرسید هم میتونید از دفتر رادیو همراه همون 310-441 ولی 51-11 است 51-11 زنگ بزنید بله بله. و ببینید که آیا کسی رو میشناسند که به شما معرفی کنن و بعدم خوشبختانه مهم نیست که گفتم ما ده سالمون یا 20 سالمون یا هفتاد سالمونه ADD و ADHD در هر زمانی یه تصیح مغزی است مثل زدن عینکی که میتونه انجام بشه و حالا همه این اطلاعات رو نمیخوام تکرار کنم بنابراین موضوع اولا خیلی مسئله بزرگ و مهمی نیست کار رو سخت و مشکل میکنه وقتی من قرار به جای پام با دستم راه برم و الا برحال یه موضوعی است که خیلی ها میتونن قبول کنن یا تحمل کنن یا برحال با توجه به توجب نوع کارشون اونقدر درش گرفتاری پیدا نمیکنن برحال امیدوارم این توضیحات بتونه کمک کنه خوشحال شدم که صحبت خیلی متشکرم آقای دکتر واقعا توضیحاتتون مثل همیشه کامل بود و من جواب هر سو... ما گرفتم.